اولاد اولاد است، بچه و دختر نداره. بیشک که اولاد اولاد است، از امیال دوستش دارم. دعای مسلح دولت مترقی جمهوری گذشته شکوه منده دارد. یک بار چی؟ بله؟ سلام خانم، آدرس فیلم مشخص شده. در کجا است؟ برنامه در؟ هالیوود است؟ نه خیر، حتما بالیوود است. برنامه در افغان فیلم است. افغان فیلم؟ افغان فیلم؟ ای با گل من، زیبا گل من، به ترکیدن رسید نازک دل من. ای با گل من، زیبا گل من، به ترکیدن رسید نازک دل من. در این قسمت که حالا ما آمدیم، تمام اعضای افغان فیلم با خانم سهرا کریمی که رئیس برحال افغان فیلم هستن با هم نشستن و در حال جلسه هستن. ما منتظر هستیم جلسهشون تمام شوه تا ای که بتونم ماموره خانم کریمی صحبت های بیشتر داشته باشم. خانم کریمی، گرچه شما امروز افغان فیلم هستین رئیسش، ولی من دوست دارم کم از گذشتهایش بر ما بگین. از فیلم هایی که ما در گذشته داشتیم، ما چقدر از این فیلم ها را هنوز داریم در آرشیو با خود؟
ببینین افغان فیلم به هر حال از سال 1347 تأسیس شد، البته بیشتر به عنوان یک لابراتوار و آرشیو بود که ساختمان قدیمی افغان فیلم در واقع او ساختمان اصلیش است که بیشتر یک جنبه ای داشت که یک تیمی سفرهای شاهی را خبرهایش را جور بکنه، یعنی انگیزه تولیدی نداشت که تولید فیلم باشه، بیشتر جنبه خبری داشت. بعد کم کم وقتی که رژیم کمونیستی آمد و در افغانستان جای گرفت، رژیم کمونیست در واقع به فیلم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و پروپاگاندا نگاه کرد، یعنی از طریق سینما و فیلم خواستن که مو ایدئولوژی های خودشان، تفکرهای خودشان، اندیشه های خودشان ترویج بدن. از ولادان در خود افغان فیلم کار میکنن، کارمند بر حال افغان فیلم هستن، به این خاطر اینال ما خوب آدم گیر کردیم که با ما کم تشریح کنن. ما دروازه داخل شدیم، یکان مسائل تکنیکی دیدم، این طرف آمدم دیدم یک تا سینما میگین اینجا را؟ تالار سینما. ما فعلا در تالار سینمای افغان فیلم قرار داریم، مقدر داریم این ساختمان آرشیف افغان فیلم است. خب، امی ساختمانی که به شکل مربعی است؟ به نام ساختمان آرشیف افغان فیلم یاد میشه. ساختمان آرشیف افغان فیلم یاد میشه و از این ساختمان در دنیا 5 تا ساختمان وجود داره و یکی از ساختمان‌ها خوشبختانه در افغانستان است و این ساختمان مخصوص آرشیف فیلم در افغانستان ساخته شده و این تحفه جان اف کندی، محمد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به اون تحفه داده شده. پس 5 دانه ساختمان از کل دنیا، یک تاشم در افغانستان است. باید قدرش رو بفهمیم. این چون تعمیر آرشیف است و فیلم‌های نگاتیو پوزیتیو اینتر نگاتیو اینتر پوزیتیو و در مجموع فیلم‌های آنالوگ دیگه در این تعمیر نگهداری میشد و سیستم تهویه هوایی بسیار منظم است که باید فیلم‌ها یک مقدار حد درجه حرارت مخصوص خود هر کدامش داشته باشه و یک تعداد فیلم‌های باروتی بود که زمان مثلا اگر مدت زمان زیاد می بود مثلا درجه حرارت اندک بالا میرفت و او فیلم ها در میگرفتند. مثلا چوب از دهی ساختمان خیلی زیاد استفاده شده و سیستم تهویه هوایش بسیار منظم. و این پروژکتور است که مثلا فیلم فعال نیست و ولی این همی بخاطر روشن کردن فیلم در سینما از استفاده میشه. دقیقاً این ابو ماشین آنالوگ سینما است که در زمان چون در سابقه سینما دیجیتال که نبود و سینما رو دهی پلی میکرده، پروژکتور سینما است که مثلا از این سوراخ و روی اسکرین فیلم نمایش میشه. آقای تنها دقیقش ما چند سال میشه در بخش فیلم در افغانستان هستیم؟ ما عمر بده نمی مسلک تیر شده، یعنی نمیخواییم بگوی نمرتانه یا نه دب سر عمر نیست، یعنی از وقتی که ما باید دارم دینی سینما بوده. آقای تنها شما با ما یک چیز یاد بتینم، ما روزی لادادنی چون نیستم، باید بر ما هم دیالوگ هم بگوی. نه تو بگوگا همین دیالوگ چه بگو؟ چطوری بگوی؟ خدا کتی بلبل زدن، خدا کتی پلی کل زدن. پس اوکی بسیار عالی، بسیار خوب بود؟ بسیار اینجا تو ماشین دیگه هست، من اینار ماشین میگم، اشتباه نیست؟ خوب ماشین ماشین هست دیگه. دخن ماشین است و این یک از وسایل ثبت صدا است که در گذشته چون سینما دیجیتال نبود، سینما نگه چی بود، آنالوگ بود و یک از ماشین هایست، من سپیشالیستش نیستم و یک از ماشین های صدا هست که صدا رو فکر میکنم روی زینه ضبط میکردن. اتاق برق است و سیستم تهویه هوا اینجا هست و چون تعمیر آرشیف است با او اساس در مجموع زمان کسایی که مثلا پرسونل در اینجا می بود تمامی هواکش ها روشن میشه و سیستم تهویه هوا روشن میشه. چون این ساختمان هیچ کلکینی نداره، به او اساس سیستم تهویه هوا باید داشته باشه و دیگه در زمین برق و اگر پاس از اینجا کنترل میشه. راجع به خود که چیگونه آرشیف نجات داده شد، در دوره طالبا حکومت طالبا حکومت میکرد و رئیس تلویزیون ملی یکی از اون کسایی بود که یکی از آدمای فرهنگی بود که مثلا خودشون از طرف طالبا گماشته شده بود اونجا. اون کسی که رئیس تلویزیون بود برای افغان فیلم نامه میفرستند، میگه که فردا قرار است که چینا همه فیلم های افغان فیلم ها در بتن و در مجموع کلشون بسوزانند.
و کارمندای افغان فیلم تقریبا 300 نفر بود و دقیقاً تو کیها بود 13 نفر بود. 13 نفر کسایی که دوره طالبان در افغان فیلم بود و در حقیقت 13 نفر که آمدن جانفشانی کردن، نسخه گذاری کردن و از شب تا صبح تمام ریلای فیلم‌ها رو گرفتن، در چند تا اتاق جابجا کردن و دم دروازه رو گرفتن، خش چیدن و دوباره پس همسر امرنگ دیوال رنگ کردن و به شکل آرشیو افغان فیلم نجات پیدا کرد. این هم داستان نجات فیلم‌های نازنین افغان فیلم ما. خب چی بگویم، به خدا فیلم ها مثل آدم ها روزای خوش نداشتن در سرزمین. آرشیو فیلم بسیارشون به ارگ انتقال داده شدن. به خاطر چی؟ به خاطر امنیتشون؟ خب یک سری پلیس های خود در حکومت افغانستان بود که ترجیح دادن که آرشیو باید به اونجا نگهداری شده و در موضوع آرشیو ارگ بسیار غنی هست و بخش های مسائل خیلی مهم دولتی نمجا نگهداری میشه و فیلم ها را فکر کردن که یکی از آثار مهم تاریخ افغانستان. اینا را که شما میبینید یه طور یک چیز بوده و این چی است؟ ما براتون میگم که کتابخانه افغان فیلم فقط یک مدت کوتاهی میشه که افتتاح شده و بسیار از محصلین، بسیار از کسایی که به کتابای نیاز دارن که در قسمت فیلم و فیلم نامه و این چیزا کمکشان که میتونن اینجا بیاین از استفاده کنن و هر کس میتونه بیاید اینجا؟ یعنی بر محصلین میتونن بیاید؟ یقینا، چرا نمیتونه؟ در مجموع تا هر آن کسی که در راجع به فیلم سازی میخواد تحقیق بکنه و یا میخواد کتاب بخونه، طبق طرز عمل کتابخانه افغان فیلم باید حق عضویت افغان فیلم بگیره که یک مقدار ناچیز باید پرداخت کنه، به خاطر که مبادا کتابا گم شه و کتابای نایاب هستن و میتونن برای یک هفته کتابا رو ببرن و پس دوباره زمانی که کتاب خواندن تمام کردن بیان پس دوباره. و در صورتی که داخل افغان فیلم کتاب میخونه هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره، هر کسی که علاقه مند سینما و فیلم هست میتونه بیاد. ما از این دروازه داخل شدیم، اینجا وسایل تکنیکی قدیم رو دیدیم که در زمان گذشته استفاده میشد، بعد رفتیم تالار سینما رو دیدیم که چقدر گپای خوب داشت، اتاق تهویه رو دیدیم که بسیار به خاطر ساختمان یک زمان با ارزش بوده و هنوز هم ارزش خود داره، بعد در مورد اتاق گپ زدیم که فیلم ها در اونجا نجات داده شده بودن، آمدیم کتابخانه رو دیدیم، در مجموع امی اتاقایی که است فقط روی اینا ما رفتیم پرداختیم و در این قسمت دهلیز هم که میریم گفته میشه در اینجا اتاقای بوده که برش لابراتوار عکاسی گفته میشده. البته این اتاق خونه نکم روی کنده و چیز است چون استفاده باز کنده و این لابراتوار عکاسی بود در گذشته ها، زمانی که مثلا شما میبینید در دوره که فیلم و عکس آنالوگ بود
و یک باید میرفتی نوار فیلم میخریدی یا مثلا میگرفتی داخل کامرا جابجا میکردی و باز یک اکتر میکردی و عکس میگرفتی باز تیر میکردی باز عکس میگرفتی و زمانی که عکس میگرفتی و فیلم باید دوباره جمع میکردی و میرو میبردی شستشو میکردی یک دوری بسیار طولانی داشت. یک نسل جدیدی آمدن در حال حاضر کار میکنن، حالا چه با حمایت تهیه کننده های خارجی چه سینماگرای مستقل، همه که در می 3-4 سال اخیر ما در بزرگترین پلتفرم های دنیا در واقع فیلم های ما درخشیده، در جشنواره کن، جشنواره ونیز، جشنواره ساندنس، جشنواره مثلا ایدفا یا مثلا لوکارنو، اینها فیلم های ما درخشیده. این جشنواره های ساده نیست. این جشنواره هایی که من نامش رو براتون میبرم، اینا نه از روی چشم ابرو فیلم کسی رو قبول میکنن، نه از اینکه شما از افغانستان هستی، نه اینکه شما زن هستی، نه اینکه شما آیا ضعیف هست. اینها فقط فیلم را اگر فیلم خوب باشه، اما کریتریایی که داره را اگر مثلا جوابگو باشه قبول میکنن. بنابراین وقتی ما میتونیم در بزرگترین پلتفرم های دنیا با همین امکانات کم ابراز وجود بکنیم، پس میتونیم اگر امکانات در اختیار ما قرار داده بشه، اگر سهولت ها ایجاد بشه، ما میتونیم خیلی خوب در واقع ابراز وجود بکنیم، هویت سینمای افغانستان دنیا معرفی بکنیم و فراموش نکنیم که ما باید برای خود افغانستان هم فیلم باید بسازیم. ما مطمئن هستم که اگر به همین منوال پیش بره و ما بتونیم چرخه فیلم سازی فعال باشه، نشر فیلم ها فعال باشه، پالیسی سینمای افغانستان قانونی شود و فعالیت های جانبی دیگه انجام بدیم، تا 3-4 سال دیگه انشالله سینمای افغانستان میتونه حداقل با اطمینان ابراز وجود بکنه، این چرخه شروع بکنه و کار کردن، فیلم ها ساخته بشه، فیلم ها نشر بشه، تهیه کنندگی فیلم ها شوه، فیلم ها در جشنواره ها شرکت کنند، در سینمای افغانستان در بین الملل ابراز وجود بکنه.